سلام و احترام و تبریک عید نوروز عرض می کنم خدمتتون و همچنین سالگرد روز وفات حضرت خدیجه کبرا سلامون علیها رو خدمتتون عرض می کنم. سلامت باشین. سلامت باشین فاطمه خانوم، چند ساله که مسلمون شدین؟ من تقریبا 17 سال میشه که با قرآن آشنا شدم و با اهل بیت آشنا شدم و به این مسیر هدایت پیدا کردم. قبلش چه دینی داشتین در ژاپن؟ من در خانواده بودای شینتویی در ژاپن متولد شدم، بنابراین بنده هم بودای شینتویی بودم. اصلا چرا از بوداییت روگردان شدین، گریزان شدین؟ چرا راضی نبودین؟ چون همون من میدونستم که خالقی هست و من به طور تصادفی به دنیا نیومدم، اما هدف از این خلقت چیه؟ من اینو میخواستم بدونم. بعد از 9-10 سالگی من چند تا سوال داشتم که خیلی برای من مهم بود، مثلا من برای چه کار اینجا هستم؟ اینجا یعنی دنیا؟ آره دنیا، یعنی هدف و معنی زندگی انسان چیه؟ مثلا کجا بودم؟ قرار کجا برم؟ ولی این جواب به این سوالات رو در همون آیین‌های ادیانی که من آشنایی داشتم پیدا نکردم. خب بعد از حادثه 11 سپتامبر که مثلا یک سیاه نمایی از اسلام با مسلمانان بوده، از روی کنجکاوی شروع کردم به مطالعه در مورد اسلام و اتفاقا در اسلام و در قرآن همون جواب به سوال من رو پیدا کردم. آخر چی بود؟ قرآن کریم با یک آیه خیلی کوتاه و واضح می‌فرماید و ما خلقت الجن والانس ليعبدون. تمام. اون کسی که این وسط واسطه شد برای اینکه شما بیشتر آشنا بشین کی بود؟ اون آدم تو ژاپن بود یا جای دیگه ای از دنیا؟ دور من هیچ مسلمانی نبود، من کاملا تحقیقی مسلمان شدم، اما همون کارای دشمنان اسلام باعث شد که من کنجکاو بشم و در مورد اسلام مطالعه کنم و به این مسیر هدایت پیدا کنم. یعنی من با یک جمله میتونم بگم من کاملا مسئول تبلیغات ضد اسلام و ضد تشیع هستم. این تبلیغات ضد اسلام و ضد تشیع باعث شد که من با این در واقع کاملترین سبک زندگی برای انسان آشنا بشم. یعنی اون تبلیغات رو شما نتیجه عکس داد؟ بله. ادو شبت سبب خیر اگر خدا بخواد، یا قرآن میفرماید و مکر و مکر الله والله خیر المکرین. آفرین ماشاءالله، ضرب المثل های ما رو هم یاد گرفتیم. چقدر مقداری یه مقداری. خب و مکر و مکر الله والله خیر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن شرح الله صدره که شرح صدر برای اسلام داشته باشه، این با این نوری که در قرآن هست بیاد، خودش میاد و میبره طرف رو. فهو علی نور من ربه، رو نور حرکت میکنه دیگه میره. من این تحقیق کردم و اینجوری کردم و این باعث شد اینا، من فکر میکنم اینا صورت ظاهریه این اتفاقاته. و یعنی اتفاق این است که یک نورانیتی، یک زمینه‌ای در خود ایشون بوده، یک همون تینت پاکی که در همه هست در ایشون بوده، اومده این نوره اومده و زده و کار خودش کرده و اون میکشد قلاب را. آقا یه ذوقی هستم تو وجود ایشونه خاطر این اسلام. امام حسین علیه السلام کمکم کردن تا
تا برای اینکه من این زبان زیبای فارسی رو یاد بگیرم. چطور؟ من سال اول اومدم ایران، خیلی خوشحال شدم که دیگه من تنها نیستم. اینجا مثلا همه اکثریتشون مسلمان، تنها اومدین مسلمان ایران؟ بله، مسلمان هستن. این همه مراسم ها برگزار میشه و خیلی خوشحال شدم و رفتم مراسم عزای امام حسین علیه السلام در سال اول. خیلی ناراحت شدم، خیلی دلم شکست، چون من فارسی بلد نبودم، به جز بیشتر از یا حسین هیچی متوجه نشدم و خیلی من گریه کردم و به امام حسین گفتم که من مسلمان شدم، شیعه شدم، حتی مهاجرت هم کردم به سرزمین اسلامی به دستور قرآن، اما من برای شما خوب نمیتونم عزاداری کنم چون این زبان رو من بلد نیستم، من تلاشم رو میکنم، شما کمکم کن. و بعد از اون خودم همت کردم و آن حضرت هم دستشون در نکنه کمکم کردن کردن، بعد تا همین حد من این زبان زیبای فارسی رو تونستم یاد بگیرم. و واقعا تبریک میگم به تک تک حضار محترم که این زبان مادری خودتون هست و واقعا چقدر این زبان غنی هست و با این زبان فارسی تمام اطلاعات، بهترین کتاب، بهترین سخنرانی ها که برای دنیا و آخرت ما مفید هست فراهم هستش. واقعا تبریک میگم خانم فاطمه. خانم دیگه درست. خب تو ژاپن که ماشاءالله مهد تفکر و علم و پیشرفت، و چه تفاوتی شما الان بین ژاپن و ایران می‌بینید؟ خیلی ما ژاپن رو به عنوان یک اسطوره صنعتی البته می‌شناسیم. نه، تو همه علوم پیشرفت کردن و می‌خوام ببینم چه تفاوتی الان شما می‌بینید، چه چیزی از ایران براتون جذابه، چی شد؟ از اینا می‌خوایم بیشتر بشنویم. البته خب کشور من ژاپن هم خوبی‌های خودش رو داره. من آشنا هستم کاملا، در همونجا من زندگی کردم، بزرگ شدم و زندگی کردم. مثلا خوبی‌های اونا اینه که مثلا مردم خیلی مثلا به حق الناس حساسن، مثلا به نظم جامعه حساسن، اینجور چیزا هست. اما به خاطر همون سبک زندگی ماشینی مرد مثلا آدمای زیادی رنج میبرن به خاطر مثلا این سبک زندگی ماشینی که خب مثلا توش مثلا معنویت کم رنگه، خیلی مثلا به ارزش انسانی واقعی کمتر توجه میشه. اما مثلا من میتونم بگم که مثلا در ایران من امکانات معنوی بیشتری رو میبینم و من خودم تجربه کردم و به این نتیجه رسیدم که امکانات معنوی کم بوده امکانات مادی رو میتونه جبران کنه، ولی برعکسش مادی نمیتونه من برای اتفاق نمیفته. بنابراین من این وجود امکانات مادی معنوی البته خب من ایران خیلی مثلا با وجود این مثلا شرایط سختی در این محیط بین الملل خیلی پیشرفت کرده، خیلی قوی هستش، اما واقعا مثلا این وجود امکانات معنوی که در این کشور وجود نده داره واقعا بی‌نظیر هستش. از این نظر واقعا کشور ایران کشور خاصی هست. حالا خانم فاطمه خانم، فاطمه خانم سلام. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. از سختی های حضورتون تو ایران بی‌تعارف، از اینکه به هر جهت شما کشور ژاپن یک کشوری هست که خیلی دوست دارن برندهای ژاپنی بخرن، بپوشن، ماشین اینجوری سوارشن، خب شما این امکانات رو رها کردید و تشریف آوردید ایران. خب از سختی های مقداری بگید و بگید که دارید با این سختی هایی که میتونستید اونجا نداشته باشید و اینجا دارید چجوری دارید تعامل میکنید؟ من خب چیزی رو نمیدونم که واقعا مثلا تحملش سخت باشه از نظر مثلا امکانات مادی. واقعا مثلا توی ژاپن هم خب درست که امکانات گوناگونی هست، خب بیشتر از لحاظ مادی، اما من خب اینجا واقعا مثلا خب همون اوایل که خود چون من زبان فارسی رو بلد نبودم،
خب این برای من سخت بود. بالاخره مثلا همون اوایل که من با این فرهنگ این کشور آشنایی نداشتم، بله مثلا مشکلاتی بود. مثلا همون من اوایل مثلا خیلی تعارف ایرانی رو بلد نبودم. من یک بار رفتم مغازه، مثلا تازه کم کم خب فارسی یاد میگرفتم و رفتم مغازه مثلا خرید کردم و این فروشنده گفتم که قابل شما رو نداره. من گفتم خیلی ممنون و داشتم میرفتم و فروش کجا داری میری؟ رازش گیری خالی بند افتاده بودم. حساب کنی. ولی واقعا من یعنی از نظر امکانات مادی واقعا من صادقانه عرض می شود که واقعا مشکل خاصی، مشکل بزرگی ندیدم، در حالی که در ژاپن مثلا توی شهر ما هیچ مسلمانی نبود. مثلا کدوم شهر؟ شهر اوجیا در استان نیگاتا. و اونجا مثلا من تقریبا 5 سال بعد از مسلمان شدنم اونجا زندگی کردم و در همون 5 سال بیشتر از 2 وعده غذای گوشتی نخوردم، چون گوشت حلال در شهر ما اصلا نبود، چون مسلمانم نبود. فقط در همون 5 سال 2 وعده غذای گوشتی خوردم. اونم کجا رفتم؟ توکیو. رفتم رستوران مسلمان اونجا، مثلا دو بار رفتم و آره. بعد اینجوری مشکلاتی بود و مثلا حجاب هم همینطور. خب قانونا خب اونجا مثلا آزادی انتخاب مذاهب هست، ولی خب عرف جامعه خب یه مقداری فرق میکنه. و مثلا خب وقتی با حجاب میرفتم بیرون، بعضی وقتا خب مثلا دوچار مشکل میشدم. مثلا پلیس اطلاعاتی تعقیبم میکردن، به خاطر حجاب یک بار پروازم رو از دست دادم. بعضی وقتا چون خیلی از مردم با فرهنگ اسلامی آشنایی نداشتن، مثلا بعد با من رفتار میکردن، اینجور چیزها هست. ولی الحمدلله من اومدم ایران، حتی یک بار هم به خاطر حجاب اذیت نشدم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب، مذ رأى جمالك في حار الطب، قالوا إني صب، امنحني وصالك، امنحني وصالك، بحثي عن إلهي بالعقل والقلب، كل عقل ساغي محجوب عن ربي، بحثي عن إلهي بالعقل والقلب، كل عقل ساغي محجوب عن ربي، لا تغفل يا لاغي عن صحيح الدرب، والزم دين الله بالصدق والحب، بالصدق والحب، امنحني وصالك. الله 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 الله. شما ترجمه قرآن رو متوجه میشید؟ شما قرآن رو متوجه میشید؟ بله. بعد اتفاقا من همون به خاطر قرآن، من اول به خاطر مثلا نور قرآن در واقع به سمت اسلام اومدم. من خب بعد از مثلا اول کنجکاف شدم، شروع کردم به مطالعه و مثلا با قرآن آشنا شدم. مثلا همون موقع توی ژاپن اسلام با مسلمانان رو خیلی منفی نشون میدادن، ولی من مثلا انگار که مثلا مسلمانان هیچ بود از علوم و فرهنگ نبردن، مثل صدها سال بیش زندگی میکنن، خیلی عقب افتادن. اما در قرآن من با آیه هایی آشنا شدم
که در واقع خود در مورد علوم هم صحبت میکنه و هنوز علوم امروزه معاصر هم به همه اینا پی نبرده، اتفاقا خیلی پیشرفته است. خب ما یه سری تصویر میخواییم به شما نشون بدیم خانم فاطمه، و بدون مقدمه، بدون پیشفرض، شما در لحظه هر آن چیزی که به ذهنتون میرسه برامون از اون تصویر و برداشتتون به ما بگید. من اگه هر وقت به شما گفتم برگردین، بچه ها لطف کنین تصویر اول رو بندازین، حالا برگردین. من وقتی تازه مسلمان شده بودم و دچار مخالفت خانواده من و دوستانم شده بودم، انگار که مثلا من شهر خودم بودم، اما احساس کردم که یهو تنها شدم، یهو یتیم شدم و با خودم گفتم که از این به بعد پدر معنوی من حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستش، بس من اسم دختر ایشون رو برای خودم انتخاب کنم و به همین علت من اسم فاطمه رو برای خودم انتخاب کردم، برای اینکه ایشون برای من پدری کنن و من برای ایشون انشالله دختری کنم. و وقتی من اومدم ایران برای اولین بار من قم رو زیارت کردم و پیش حضرت مسیح سلام الله علیها رفتم، من احساس کردم که مادرم رو پیدا کردم، مادر معنویم رو پیدا کردم، انگار که پدر و مادر معنوی من تکمیل شد. و بعد از اونم من شنیدم که مثلا خود توی ایران شنیدم یا حدیثی هست از پیامبر اسلام که گفتن من و علی دوتا پدر این امت هستیم و یک یعنی از علما این کلام نورانی به دست ما رسیده که ایشون گفتن که تا زمان ظهور امام زمان در واقع قبل حضرت معصومه مثلا جای قبل حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگیره، و از این لحاظ این حس درونی من خب یعنی بعید که نبود، من واقعا مثلا تامین رو حس کردم و همینجوری و همینطور مثلا پدر و مادر معنوی من رو پیدا کردم الحمدلله. آن شهر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم. همین نکته ای که فرمودید، بله، ثواب زیارت صدیقه کبرا رو با زیارت فاطمه معصومه انشالله نصیب و قسمت ما میده. بچه ها تصویر دوم حالا برگردیم. من تقریبا یک سال قبل از مهاجرتم یه مسافرت داشتم به ایران و همون موقع برای اولین بار مشهد رو زیارت کردم و همون موقع هم به قم هم زیارت کردم و انقدر خوشحال شدم و میخواستم برای امام رضا علیه السلام یه هدیه بدم. و من هتل من طرف خیابون امام رضا بود و از هتل خارج شدم و من فکر کردم که یه هدیه بدم برای امام رضا علیه السلام و به ذهن من خودم گفتم که بهترین هدیه برایشون چیه، و من گفتم که آها، من که خب من حجاب که داشتم ولی هنوز با چادر آشنا نشده بودم، ولی من خودم گفتم که چادر مشکی بخرم و این چادر رو بپوشم به عنوان هدیه برای امام رضا علیه السلام، و قدم رو برداشتم سمت حرم امام رضا و خب مثلا مستقیم گنبد زیبای امام رضا دیده میشه و هر قدمی که بر می‌داشتم و می‌ذاشتم روی زمین انگار که امام رضا علیه السلام منو تشویق می‌کنه، آفرین دخترم چه کار خوبی کردین، آفرین دخترم. اینقدر حس خوبی داشتم، من بعد از اون اصلا دلم نمی اومد که این لباس رو کنار بذارم و من فکر کردم که این من هدیه دادم برای امام رضا، اما در واقع امام رضا علیه السلام این لباس حضرت زهرا رو به من هدیه دادن. الحمدلله دستش خوبه. بریم بچه ها تصویر سوم. الله
من الحمدلله تا الان 4 بار سعادتی داشتم، توفیق داشتم تا به عتبات عالیات زیارت کنم و 3 بار خب ایام 40 بود و 1 بار که غیر 40 بود و وقتی خب همون دفعه اول که غیر 40 بود و من قبل از این مسافرتم یه نگرانی داشتم. من خب چند سال هم رفته بودم مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام و برای من خیلی این مصیبت برای من خیلی سنگین بود، خیلی سخت بود. مثلا انگار که مثلا بعضی وقتا احساس میکردم که خب مثلا دلم بدنم خب تیک پاره میشه به خاطر این مصیبت اهل بیت. به خاطر همین من خودم گفتم که اگر خودم برم بین الحرمین من آیا میتونم خودم رو جمع کنم یا نه، مثلا من در چه حالتی میافتم. من این نگرانی رو داشتم. اما برای اولین بار وقتی رفتم قدم گذاشتم به بین الحرمین، اتفاقا برخلاف تصور من، دل من پر از احساس سربلندی شد که انگار که مثلا قله بلندترین کوه جهان ایستادم به خاطر این مولا، بهترین مولا. من انقدر مثلا سربلند شدم، افتخار کردم که همچین مولایی رو دارم، بهترین مولایی رو دارم. و من واقعا خدا رو شکر کردم که و من به خدا گفتم که من جزء سعادت منترین مردم دنیا هستم و واقعا این یعنی یه تجربه خیلی مهم بود. و قبل از این زیارت، اولین زیارت 40 من هم مثلا تقریبا 6 ماه قبلش یه گروه به من قول داده بودن که ما به شما زیارت 40 رو هدیه میدیم. 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، 3 ماه گذشت، 6 ماه هم گذشت، هیچ خبری نبود. من یکم خود دلم گرفت، مثلا شاید من ریاقتش رو نداشته باشم. اما مثلا 1 بار من شرکت کردم در مراسم سالروز شهادت امام صادق علیه السلام و کنار بزرگ داشته شهدای گمنام و من به شهدای گمنام متوسل شدم. گفتم که من شاید مثلا من به اندازه کافی خوب نباشم، لیاقتش رو نداشته باشم، ولی من 6 سال منتظرم که امام حسین علیه السلام رو زیارت کنم. و من برگشتم خونه، در رو باز کردم، همون لحظه زنگ تلفن خونه صدا در آورد و من برداشتم و از همون گروهی بود که به من قول زیارت کربلا رو داده بودن و ایشون گفتند که خانم حسین مبارکتون باشه، زیارت کربلای شما ردیف شد. خیلی حضورتون شیرین و خوب بود خانم حسین، چون که فارسی هم خیلی خوب حرف می‌زدین. بزرگوارین. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يا سلام يا سلام. خیلی ممنونم. اجازه میدین دیگه یه نقطه خواهش میکنم. نه جمله اینقدریه، یه جمله ژاپنی. ایشون فارسی نه، یه جمله ژاپنی به پدر معنویشون پیامبر اسلام بگن. اهل بیت و واتش تاچنو سیشین تکینا چیچیتو سوشته هاها دادیم. نه دیگه فارسی بگین. خب فارسی که الان بگو چی شد. این خیلی خوتا گفتم به ژاپنی. من گفتم که اهل بیت علیه السلام پدر و مادر معنوی همه ما هستن. خیلی ازتون ممنونم، تشکر میکنم، سلامتیشون صلوات بفرستید. الله سلام محمد.